سرخط خبرها. واکنش ها به امضای توافق صلح بحرین و امارات با اسرائیل. ایران درباره پیامدها هشدار داد. از غزه راکت شلیک شد. تهران چهارراه تبادل کرونا در ایران. وزارت بهداشت میگوید موج سوم در راه است. واکنش دستگاه قضایی به موج انتقاد از اعدام کشتیگیر ایرانی. دادگستری فارس میگوید نوید افکاری نخواست قبل از اعدام با خانواده‌اش دیدار کند. و ابتکاری تازه برای کاهش آلودگی محیط زیست. این بار از نخود پلاستیک یک بار مصرف ساخته می شود. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری ایران به کشورهای عرب درباره عواقب عادی سازی روابط با اسرائیل هشدار داده. حسن روحانی توافق صلح امارات و بحرین با اسرائیل را خلاف مقررات و امنیت منطقه خوانده و این دو کشور را به بی‌دینی و بی‌اعتنایی به مسئله فلسطین متهم کرده. نمایندگان امارات، بحرین و اسرائیل دیروز با امضای توافقی در کاخ سفید رسما آغاز روابط دیپلماتیک با یکدیگر را اعلام کردند. باران عباسی گزارش می‌دهد. آسمان غزه صحنه آتش خشم اسرائیل. ده حمله هوایی در ساعات اولیه صبح چهارشنبه به آنچه مواضع شبه نظامیان فلسطینی در آن سوی مرز توصیف شده. پاسخی به حمله های راکتی از این منطقه تحت کنترل حماس به شهرهای مرزی اسرائیل. حمله هایی که اسرائیل میگوید دو مجروح به جا گذاشت. واکنش فلسطینی ها به این مراسم در کاخ سفید. امضای توافق برای برقراری روابط رسمی دیپلماتیک بین اسرائیل، امارات و بحرین. لحظه ای تاریخی برای کشوری که از زمان تولدش بیش از 70 سال پیش تنها با دو کشور عرب یعنی اردن و مصر روابط عادی داشته و پیروزی سیاسی برای نخست وزیر اسرائیل که در راه بازگشت به کشورش واکنش غزه را محکوم کرد. تعجب آور نیست که تروریست های فلسطینی دقیقا در جریان آن مراسم تاریخی به سمت اسرائیل شلیک کردند. میخوان در جهت خلاف صلح حرکت کنن، اما موفق نخواهند شد. ما هر کسی رو که بخواد بهمون صدمه بزنه هدف میگیریم و هر کسی هم که دست دوستی به سوی ما دراز کنه حمایت ما رو خواهد داشت. فلسطینی ها اما ایستادن امارات و بحرین در کنار اسرائیل را خیانت میدانند. پشت کردن به سیاستی دیرینه که شرط برقراری روابط دیپلماتیک بین اعراب و اسرائیل را صلح با فلسطینیان می‌دانست. اما در واقعیت این مراسم تنها رسمیت بخشیدن به روابطی است که در سطوحی دیگر مدت‌ها ادامه داشته. باز شدن درهای دوستی به روی سه کشوری که در احساس خطر از سوی ایران مشترکند. خب چی شد؟ عربیت کجا رفت؟ اروپا چی شد؟ واکنش تهران به این توافق، سخنان تند حسن روحانی و هشدار درباره حضور نظامیان اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران. بعدش هم میخواید پایگاه بدید به اسرائیل تو این منطقه. تمام عواقب وخیمی که در این زمینه پیش بیاد به عهده شماست. شمایی که دارید یک کار برخلاف مقررات دارید انجام میدید، برخلاف امنیت منطقه دارید انجام میدید. و انتقاد از آنچه حسن روحانی زیر پا گذاشتن حقوق فلسطینیان می‌داند. نه احکام دین رو متوجه هستن و اجرا می‌کنن و نه نسبت به دین خودشون، نسبت به ملت فلسطین، نسبت به برادرانشون، نسبت به همزبونی‌هاشون. حالا لااقل اینا ادعای عربیت می‌کنن تو فلسطین که هر روز دارن جنایت بیشتر می‌کنن. چطور شما دست دراز کردید به سمت اسرائیل؟ با این حال رئیس جمهوری آمریکا که یک چشم به انتخابات چند هفته دیگر و یک چشم به جایگاهش در کتاب‌های تاریخ دارد، می‌گوید 7 تا 9 کشور عرب دیگر به زودی پا جای پای امارات و بحرین خواهند گذاشت. خیلی کشورهای دیگه به ما ملحق خواهند شد، از جمله مهمترین هاشون. من با پادشاه عربستان سعودی صحبت کردم، وقتش که برسه مطمئنم اونا هم میان.
در غزه با بالا آمدن آفتاب آثار درگیری های دیشب پیداست. یادآور وجود همسایه‌ای قدرتمند که حالا شمار متحدانش از میان کشورهای عرب بیشتر شده. صحنه‌های آشنا در سرزمینی که آینده صلح بعد از ده‌ها سال معنایی متفاوت به خود گرفته. باران عباسی، بی بی سی. چند خبر کوتاه. وزیر خارجه ایران در واکنش به انتشار خبری در نشریه پولیتیکو مبنی بر قصد این کشور برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی گفته که می‌خواهند با این شایعه‌ها دونالد ترامپ را به مادر همه باتلاق‌ها بکشانند. محمد جواد ظریف در توییتی نوشته با همین دروغ‌ها رئیس جمهوری آمریکا را گمراه کردند تا قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را که به گفته آقای ظریف دشمن شماره 1 داعش بود ترور کند. همزمان ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل گفته آقای ترامپ با تهدید ایران به استفاده از زور منشور سازمان ملل متحد را نقض کرده. او گفته بود به هر گونه حمله ای از طرف ایران 1000 برابر شدیدتر پاسخ خواهد داد. دادگاهی در آمریکا یک ایرانی و یک فلسطینی را به اتهام هک وبسایت‌های آمریکایی تحت تعقیب قرار داده. بهزاد محمدزاده و مروان ابو سرور متهم شدند که پس از کشته شدن فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی آمریکا ده‌ها وبسایت را هک کردند و تصویر قاسم سلیمانی و شعار مرگ بر آمریکا را روی این سایت‌ها قرار دادند. هر دو نفر خارج از آمریکا هستند. دادستانی آمریکا نگفته که اقدام آنها شخصی بوده یا از طرف حکومت ایران عمل کردند. بی بی سی، اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران در بریتانیا و گروهی از وکلای حقوق بشر در بیانیه مشترکی از حکومت ایران خواستند اذیت و آزار خبرنگاران بی بی سی فارسی و خانواده‌های آنان را متوقف کند. آنها همچنین خواستار توقف چنین رفتارهایی با خبرنگاران سایر رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران شدند. این بیانیه در آستانه نشست شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل صادر شده. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، آزار روزنامه‌نگاران توسط حکومت ایران را در گزارش خود به مجمع عمومی مطرح کرده. وزارت بهداشت ایران میگوید تهران به 4 راه تبادل کرونا در کشور تبدیل شده و طی یک هفته شمار مبتلایان در پایتخت 2 برابر شده. هشدار داده شده که موج سوم شیوع کرونا در پیش است. بازگشایی مدارس، لغو دورکاری، مراسم عزاداری محرم و سفرهای بین استانی نگرانی از گسترش بیماری را افزایش داده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. کودکان تهرانی 2 هفته است که سال تحصیلی را با نگرانی آغاز کردند. ویروس کرونا آنها و خانواده‌هایشان را تهدید می‌کند. 932 اگه خوب نوشه 1845 2 برابر شده. گاهی افزایش های اینقدی داشتیم خیلی نگران نبودیم، ولی این داره به این اوج میرسه. همزمان وزارت بهداشت میگوید دیگر بحث موج جدید شیوع کرونا مطرح نیست و حالا تهرانی ها در یک دریای طوفانی گرفتارند. در بعضی از استان ها از جمله استان تهران به عنوان 4 راهی که محل پخش و انتشار بیماری میتونه باشه و هست، وضعیت مناسبی نداریم و شاید ما از موضوع موج گذشتیم. یعنی چه ما چه کشورهای دیگه دنیا درگیر یک دریای طوفانی هستیم، امواج متعددی هست و بیماری بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ شوخی، بدون هیچ تسامحی منتظر غفلت‌های ماست. اما شرایط بحرانی که آقای حریرچی توصیف می‌کند در تصمیم‌های دولت بازتاب نداشته. چند نمونه آن توقف طرح دورکاری در تهران، بازگشایی مدارس و البته پافشاری بر برگزاری مراسم مذهبی محرم. حالا به روایت وزارت بهداشت ایران هفته‌ای دست کم 1800 تهرانی به کرونا مبتلا می‌شوند. بعضی شغل و منبع درآمد و بسیاری نزدیکان و دوستان خود را از دست دادند. در این شرایط گزارش‌هایی از ابتلای شماری از دانش آموزان مدارس در شهرستان‌ها و مرگ یک کودک 8 ساله گتوندی منتشر شده که پدر و مادرها را نگران کرده. تو تهران که خب خیلی استقبال زیادی هم نشد، 15% تقریبا اومده بودن تو مدارس و خب واقعا هم یه مشکلاتی داریم، علی رغم اینکه خب حالا استفاده از ماسک و
ضد عفونی و اینا تو مدارس بوده، ولی یه بحثای تهویه داریم. تهویه مسئله مهمیه توی فضای سربسته ای که تهویه خوبی نداره و اگه یه نفرم مبتلا باشه قطعا این زمینه میشه که دیگرانم مبتلا بشن. قطعا همینطور که میبینید روی دو هفته بعد رو بستری های ما و سه یا چهار هفته بعدم روی فوتی های ما تاثیر خودش رو داره میذاره. طی 24 ساعت گذشته 179 نفر به خاطر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند و 2981 نفر مبتلا به کووید 19 شناسایی شده. حالا فصل سرما در راه است. بیماری های مانند آنفولانزا هم اضافه خواهند شد. فشاری مضاعف بر بیمارستان ها و کادر درمانی. در این شرایط برنامه دولت برای محافظت از شهروندان در مقابل ویروس کرونا مبهم است. شیدا هوشمندی، بی بی سی. دادگستری استان فارس با انتشار اطلاعیه‌ای درباره اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی گفته او از اجرای حکم مطلع شده و خواسته بود به جای ملاقات با خانواده‌اش با آنها تماس تلفنی بگیرد. این در حالی است که نوید افکاری در آخرین تماس با خانواده‌اش در شب اجرای حکم گفته بود قرار است به تهران منتقل شود. او در جریان اعتراضات دو سال پیش در شیراز بازداشت و به اتهام قتل یک کارمند حراست اداره آب به قصاص محکوم شده بود، اما خودش میگفت بیگناه است و تحت شکنجه وادارش کردن تا اعتراف کند. همزمان وزیر خارجه آمریکا در توییتی از رهبران جهان خواسته که تا آزادی دو برادر نوید افکاری و همچنین افراد خارجی زندانی در ایران، وزیر خارجه ایران را به کشورهایشان راه ندهند. از موسی برزین، حقوقدان و وکیل پیشین دادگستری ایران در آنکارا پرسیدم آیا محتوای آخرین مکالمه نوید افکاری با خانواده‌اش با بیانیه دادگستری استان فارس تناقض دارد؟ بله، 100% تناقض. البته خود اون مدرکی که صورت مجلسی که منتشر کردن با متن اطلاعی همخوانی نداره. خب ما در اون متن، در اون بیانیه شاهد نیستیم که از اعدام نوید افکاری اطلاعی داده باشه، بلکه اونجا صرفاً فقط درج شده که ایشون تماس تلفنی خواهد داشت. بنابراین ما نمیتونیم به هیچ وجه از اون سند متوجه بشیم که آیا این اطلاع رو به خود ایشون و یا حالا خانواده داده بودن یا نه. علاوه بر اون، فراتر از اون، در این بیانیه متاسفانه مسائل دیگر بهش اشاره نمیشه و به اون شبهاتی که حالا میخواد جواب بده جواب نمیده. از جمله اینکه در همون آیین‌نامه‌ای که اینها به خودش استناد کردن نوشته شده که حداقل 48 ساعت قبل باید به وکیل محکوم اطلاع داده بشه. خب ما مطمئن هستیم که به وکیل محکوم اطلاع داده نشده. از طرف دیگه اون ماده‌ای که در بیانیه مورد استناد قرار گرفته صحبتی از تماس تلفنی نداره. در اون ماده گفته شده که به نزدیکان به اصطلاح کسی که قرار اعدام بشه از طریق خود محکوم اطلاع داده میشه و اونها به زندان برای ملاقات دعوت میشن. یعنی همه چیز بر روی ملاقات حضوریه. اما خب باز شاهد هستیم در همون سندی که خودشون منتشر کردن بحث مکالمه تلفنی و اون پیشنهاد تلفن دادن به میان میاد. به عبارتی پرونده همونطوری که از ابتدا و در مورد مسائل ماهوی ایراد داشت، به نظر میرسه ترتیبات و تشریفات اجرای حکم هم رعایت نشده و عملا نشون میده که اون چه که وکیل نوید افکاری میگفت که با عجله این کار رو تصمیم گرفتن انجام بدن درست است. بله، این که عجله بوده خب نمیشه درش شکی کرد. ببینید، سیاست قوه قضاییه اینه که این پرونده رو طول بده که شاید اولیای دم حاضر به رضایت باشن. ما به ندرت دیدیم که در عرض دو سال یه حکم قصاص اجرا بشه. اما مورد دیگه ای که میشه بهش اشاره کرد و شاید کمی مخفول مونده اینه که مرحوم افکاری دو پرونده مفتوح دیگه داشت، یعنی یک افساد فلعرض و یک پرونده در که منجر به صدور محکومیت شده بود، اما هیچ کدوم از اینها قطعی نشده بود. خب نمیشه کسی رو که پرونده های دیگه ای داشته و هنوز اون پرونده ها مفتوح نشده رو اجرا کرد. از اینجا هم نشون میده که
بیشتر از این که این اعدام در چارچوب اون مقررات حقوقی انجام بشه به صورت شتاب زده و بیشتر با اهداف سیاسی و امنیتی صورت گرفته. موسی برزین بود، حقوقدان. اما به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سخت خبرهای مهم روز. ایران درباره عواقب امضای پیمان صلح بحرین و امارات با اسرائیل هشدار داد. وزارت بهداشت ایران با اشاره به دو برابر شدن شمار مبتلایان به کرونا در تهران طی یک هفته اخیر هشدار داده که موج سوم در راه است. در ادامه این برنامه، تولید پلاستیک یک بار مصرف از نخود برای کاهش آلودگی محیط زیست. عده‌ای از هنرمندان و شخصیت‌های سرشناس جهان مثل لئوناردو دیکاپریو، جنیفر لارنس، کیتی پری و کیم کارداشیان اعلام کردند که حساب‌های خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی در اعتراض به نفرت پراکنی، تبلیغات سیاسی و اطلاعات دروغ به مدت یک روز می‌بندند. خانم کارداشیان گفته که انتشار اطلاعات دروغ در شبکه‌های اجتماعی تأثیر جدی بر دموکراسی و انتخابات داره. تصمیم این شخصیت‌ها بخشی از کارزار جهانی با هشتگ Stop Hate for Profit به معنای نفرت پراکنی به قصد سودجویی رو متوقف کنید. فرهنگ تقی‌زاده همکارم با ما هست در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. فرهنگ، کمی بیشتر بهمون بگو چه شد که شخصیت‌هایی که خودشون اینقدر از شبکه‌های اجتماعی سود می‌برن مثل کیم کارداشیان پیوسته به این کارزار؟ مجید، گفته میشه که این صحبتی که مشخصا خانم کارداشیان امروز کرده یک بحث سیاسی هستش که مطرح کرده. خب انتخابات آمریکا هم نزدیک هستش، با توجه به تأثیری که فیسبوک و اینستاگرام در انتخابات گذشته آمریکا داشتن، الان به نظر میاد که بحث شبکه‌های اجتماعی و تأثیرش بر انتخابات بسیار روشن شده باشه برای حتی سلبریتی ها و کاربران عادی تر، و اونها میخوان به نوعی اطلاع رسانی کنن از اون چه که خودشون میگن دیگه ما نمیتونیم تحمل کنیم، بشینیم ببینیم که شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام به نوعی مدیریت کنن خواسته سیاسی مردم رو تا اینکه به یک سمتی ببرن. و با توجه به این صحبت‌ها این کارزار رو راه انداخته. البته این کارزار میتونم میگم که از ماه ژوئن به راه اندازی شده و الان سلبریتی‌ها به این کمپین پیوستن و دارن اطلاع رسانی میکنند. کار عجیبه و اولین باری هست به نوعی که میشه گفت حساب کاربری خودشون با توجه به این همه فالووری که دارن یک روز معلق میکنن و میبندن، و با توجه به اینکه این سلبریتی ها میلیون ها کاربر و فالوور دارن به نظر میرسه که این کارزار میتونه اینجوری تأثیر خودشو بیشتر بر عوام و افکار عمومی داشته باشه تا اینکه بخواد توجه ها رو بیشتر به سمت خودش جلب کنه. و عملا هم دارن یه هشداری میدن به صاحبان این صنایع، یعنی شبکه‌های اجتماعی، که اگر شما به اون سمت برید ما ممکنه حسابونو ببندیم و ضرر میکنن اونها. و اتفاقا بحث مالی این وسط خیلی به میون هستش. مشخصا فیسبوک از همین که شروع شد بحث معلق کردن حساب‌های کاربری و همینطور این کمپین ضرر مالی کرده و سهامش در شبکه سهام آمریکا به شدت سقوط کرده. و بعد بگم که مارک زوکربرگ البته اومده در مورد اینکه فیسبوک کاری رو انجام داده، قدم‌های رو برداشته برای اینکه جلوگیری کنه از این صحبت‌های نفرت پراکانه و از اینکه بخواد سوء اطلاعات یا اطلاعات غلط رو بخواد جلوشو بگیره که منتشر بشه. مشخصا سر جریان کرونا و خبرهای دروغی که هی دست به دست میشد منتشر میکرد، کاری رو مارک زوکربرگ میگه که انجام دادم و جلوی این نشر این خبرهای دروغ رو گرفتم. ولی بحثی که هستش باز بحث سیاسی هستش و اینکه چطور شبکه‌های تبلیغاتی میتونن از داده‌های کاربران استفاده کنن و جهتگیری سیاسی اونها رو به اون سمتی که خودشون میخوان سوق بدن، که این بحثی هستش که این کاربران دارن تلاش میکنن بهش برسن و از سلبریتی هم در این زمینه استفاده کردن. ممنونم ازت فرهنگ تقی‌زاده همکارم. نتایج یک نظرسنجی از جامعه اقلیت‌های جنسی در ایران نشون میده که بیش از 60% اونها توسط خانواده درجه یک خودشون مورد خشونت قرار میگیرند. مؤسسه شش رنگ که به مسائل اقلیت‌های جنسی میپردازه
در گزارشی با عنوان زخم‌های پنهان گفته حدود 30% شرکت کنندگان در این تحقیق مورد خشونت جنسی و بیش از 77% اونها هدف خشونت جنسی قرار گرفتند. در این تحقیق 230 نفر عمدتاً از ایران شرکت کردند. وزارت دادگستری آمریکا پرونده‌ای برای تحقیق درباره کتاب جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی باز کرده. آقای بولتون در کتابش با عنوان اتاق حوادث به خاطراتش از دوره کاریش در کاخ سفید پرداخته. در جریان رسیدگی به این پرونده، قرار درباره احتمال افشای اسرار محرمانه دولتی در این کتاب تحقیقاتی صورت بگیره. کتاب آقای بولتون از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصویر رهبری رو ارائه می‌کنه که از واقعیت‌های ژئوپلیتیک غافله و تصمیم‌هاش صرفاً برای برنده شدن دوباره در انتخاباته. دو شرکت بزرگ گوگل و فیسبوک اعلام کردند تا سال 2030، یعنی 10 سال دیگه، تولید گازهای گلخانه‌ای خودشون رو به صفر می‌رسونن. دیوکسید کربن گاز اصلی گلخانه‌ایه که باعث گرم‌تر شدن زمین میشه. هم گوگل و هم فیسبوک گفتن که تا 10 سال دیگه میزان دیوکسید کربنی که جذب خواهند کرد از دیوکسید کربنی که منتشر می‌کنند بیشتر خواهد بود. صنعت فناوری‌های اطلاعاتی و دیجیتالی یکی از منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. خیلی ها نمی دانند استفاده از اینترنت آلاینده است. شما با هر کلیک و جستجوی اینترنتی فرمانی را از راه کابل‌های زیرزمینی و زیرابی به انبارهای غول‌پیکر اطلاعاتی ارسال می کنید که برای تحویل اطلاعات مورد نظر شما مقداری کربن وارد هوا می کنند. گازی که انباشت آن در جو زمین باعث داغ شدن این سیاره و بحران اقلیمی شده. گوگل و فیسبوک اعلام کردند تا 10 سال دیگر کربن صفر می شوند. کربن صفر یعنی دیوکسید کربنی که جذب می کنند کمتر از دیوکسید کربنی خواهد بود که تولید می کنند، که این هم از طریق کاشت درخت و استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر ممکن می شود. در حال حاضر صدها هزار بانک ذخیره اطلاعات با مصرف فراوان برق مشغول سرویس دادن به کاربران دنیا هستند. مثلا اینجا در ایالت ویرجینیای شمالی در آمریکا که پایتخت اینترنتی دنیا به شمار می‌رود، یک کارخانه بزرگ زغالسنگ برق بانک‌های اطلاعاتی را تأمین می‌کند و گازهای خطرناک گلخانه‌ای را همزمان به هوا می‌فرستد. ما مقدار زیادی اطلاعات را روزانه پروسه می‌کنیم. برای انجام 24 ساعته این کار بانک‌های اطلاعاتی مقادیر زیادی انرژی مصرف می‌کنند. فیسبوک و گوگل هر دو از چند سال پیش تلاش برای تأمین انرژی برای سرورهای خود از منابع پاک را آغاز کردند، ولی دیوکسید کربنی که در زنجیره تأمین خود منتشر می‌کند همچنان آلاینده است و این مشکلی است که تعهد دادند تا سال 2030 حل کنند. گوگل حتی یک گام فراتر رفته و گفته است که نه فقط تا 10 سال دیگر کربن صفر خواهد شد، بلکه جبران تولید تمام کربنی را خواهد کرد که از اول تأسیسش 22 سال پیش وارد جو زمین کرده. شما به تنهایی خیلی کربن زیادی با استفاده از اینترنت وارد جو زمین نمی کنید، ولی با وجود چند میلیارد کاربر قطره قطره جمع گردد، وانگهی هر سال 1 میلیارد تن دیوکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای تولید می شود. این نزدیک به 1.5 برابر کربنی است که اقتصاد و صنایع سوخت فسیلی ایران هر سال وارد جو زمین می کنند. سهم اینترنت و تکنولوژی‌های اطلاعاتی در انتشار گازهای خطرناک گلخانه‌ای در دنیا 2% است. سهم صنعت هوایی هم 2% است. سهم گوشتخواری 20% و سهم عمران 40% است. غول‌های صنایع اطلاعاتی و دیجیتالی شاید در زمینه حفظ حریم خصوصی به اصلاحات نیاز داشته باشند، اما در زمینه کمک به نجات زمین از خطر بحران اقلیمی سریع‌تر از صنایع آلاینده دیگر وارد عمل شدند. سیاوش اردلان، بی بی سی. میکروپلاستیک ها که به اندازه یه دونه شن هستند همه جا پیدا میشن، از خوشبو کننده لباس تا لوازم آرایش. هر سال میلیون ها تن پلاستیک به دریاها ریخته میشن، اما حالا یه شرکت تازه تاسیس پلاستیک یه بار مصرف از چیزی میسازه که به زمین آسیب نمیزنه، از نخود. گزارش ریچارد وسکات رو. همه در این آزمایشگاه پر از پلاستیک هستند. به هر حال مقررات آزمایشگاه می طلبد که از این لباس ها بپوشند.
خیلی از لباس‌های ما پر از ذرات گرد ریزه که عطر دارن و به همین خاطر بوی خوب میدن. معمولاً از پلاستیک درست شدن که در شستشو وارد محیط زیست میشه و ده‌ها سال اونجا میمونه. اما اگر بتونین به جاش از چیزی که برای زمین بهتر استفاده کنین چی؟ مثل نخود. این اولین شرکت در جهان است که پروتئین گیاهی را با مهندسی به ماده‌ای تغییر می‌دهد که کار پلاستیک یک بار مصرف را می‌کند. چیزهای مانند میکروکپسول ها که در خوشبو کننده لباس یا لوازم آرایش هستند. میکروکپسول ها حاوی پلاستیک هستند که تجزیه نمیشن و یه عمر تو اقیانوس ها میمونن. اما کپسول های ما از پروتئین هستند و در نهایت ماهی ها میخورنشون. نهایی شدن پروسه 15 سال زمان برده. اینجا از نخود استفاده میکنند. اما میشود از گیاهان دیگر هم استفاده کرد، از جمله سیب زمینی. محصول مایعی است که به صفحات پلاستیک مانند بدل می شود. بعد از اینکه پوشش در تنور خشک میشه به یه صفحه خوشگل تبدیل میشه که بعد میتونه به یه برچسب تبدیل بشه، مثل اونی که روی سیب شماست. پس این دقیقاً معادل یه برچسب پلاستیکیه، اما من میتونم بخورمش؟ بله، این 100% پروتئین نخوده. خیلی خوبه. درست خوردن سیب جلوی دوربین خیلی کار سختیه. قرص ماشین ظرفشویی، بسته‌بندی ساندویچ، روکش شکلات، همه از چیزی تولید شده که طی چند روز تجزیه میشه. این خطر هست که شما یه مشکل رو دارین با مشکل دیگه حل میکنین. کشاورزهایی که باید غذا تولید کنن، نخود میکارن برای تولید پلاستیک و بعد غذا به اندازه کافی نداریم. همین الان هم کلی زباله در روند کشاورزی است که خیلی کم ارزشند و دوباره به زمین برمیگردند که میشه فروختشون تا مواد اولیه ما رو تهیه کنند. پلاستیک یه بار مصرف و میکروپلاستیک‌ها نباید لزوماً از سوختهای فسیلی ساخته بشن. خیلی اشتباهه که از نفت چیزی بسازیم که یکی دو دقیقه بیشتر دوام نمیاره. گفته میشود یک خانواده معمولی هر هفته در شستشو 14 میلیون ذره ریز پلاستیک به فاضلاب میفرستند. چند کشور در حال قدغن کردن آن هستند. حالا روشی هست که پلاستیک مضر را با چیزی که از نخود ساخته شده جایگزین کرد. ریچارد وستکات، بی بی سی نیوز، کمبریج. هوا در اروپا و آمریکا گرم شده، به خصوص در آمریکا که تغییرات اقلیمی هم گفتن که دلیلش هست. و حالا ببینید که این سمورهای باغ وحش اورگان آمریکا چطور فرصتی پیدا کردن که حمام یخ بگیرن و از شر گرمای هوا خلاص بشن. باغ وحش به خاطر آتش سوزی‌های اخیری که در این منطقه بود تعطیل شده، اما کارکنان اون برای مراقبت از حیوانات اونجا حضور دارن. شاید نخود و گرد نخود به هر حال اینها رو هم از این تغییرات اقلیمی نجات بده. ممنون که در این بخش خبر همراه ما بودید. تا دقایقی با خلاصه خبر باشید.